پرژن BMS تقدیم می کند. صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 97. آیا فکر می کنید حکومت می تواند بدین کمک کند؟ یا نظام سیاسی می تواند حامی دین باشد؟ اگر جواب مثبت است، چگونه؟ روز شما بخیر، وحید خرسندی هستم. البته که نظامات سیاسی می توانند که به دین کمک بکنند و می توانند حامی دین باشند. بحث در اینجاست که نظام سیاسی خصوصیتش فراگیر بودنش در یک منطقه است و خصوصیتش رفتار فراگیر و مساوی با همه شهروندان و تعریف دیانت نوعی سیستم اعتقادی و رفتاری است که معمولاً افراد را به مؤمن و غیر مؤمن از خود جدا می کند. پرسش بنیادی اینجاست که نظامی که وظیفه‌اش عمومیت و یکسان نگریست چگونه می تواند حامی یک عقیده خاص باشد؟ اینجاست که فهم بهایی از دیانت بسیار کمک می کند و به جای اینکه به افراط نظام دینی یا حکومت سکولار بیفتیم، یعنی بگوییم که یا دیانت و حکومت هیچ ارتباطی با هم نباید داشته باشند، یا بگوییم که دیانت باید که ارباب حکومتی خاص بشود، راه حلی میانه، راه حلی تازه پیدا می شود. جامعه بهایی حقایق دینی را به دو قسمت تقسیم می کند. آن حقایقی که ثابت است و پایدار است و چون ثابت است و پایدار است عمومی است، و آن حقایقی یا آن دستوراتی که متحیز در زمان و مکان است و چون زمان و مکان دارد پس محدود است، و از آن در خیلی از اوقات به عنوان از آن حقایق عام به عنوان امر الهی نام میبرد، و از آن تکه دوم به عنوان مثلا دیانت موسوی. این دو را از هم جدا میکند و حضرت بهاءالله میفهمند که امرا و علما و سیاستمداران و بزرگان و فلاسفه همه باید که در احترام دین بکوشند، و دین اون مفهوم عام است، در احترام اون حقایق ثابت بکوشند، حقایق ثابتی مثل یکتایی حقیقت، مثل وحدت نوع انسان و واحد بودن جهان، مثل وحدت قوانین موجود در جهان، مثل وجود پاداش و مجازات برای خوبی و بدی، مثل احترام به کسانی که در اصل انسان به اونها مدیون می‌ماند، از پدر و مادر گرفته تا معلم و غیره. همه اینها حقایق ثابت است. هیچ دینی نیامده است که استغفر الله دستور دزدی، ناپاکی، عدم امانت و ظلم بدهد. اما اگر حکومتی حامی امتیازات خاص برای پیروان نوع خاصی از عقاید دینی شد، البته که میتواند ظالم بشود و البته که نباید. پس ما از همه حکومات میخواهیم که حامی حقایق اساسی حیات انسانی باشند که به تشریع الهی و به فیض الهی بشر عطا شده است،
و البته از آنها می خواهیم که ضمناً همه شهروندان خود را به چشم یکسان بنگرند و در عمومیت و یکسانی کارهای خودشان بکوشند.